در این لحظات برنامه هم استاد محترم خدایار سعید، استاد پاهنتون روی خط اسکای با ما وصل شدن و صحبت های زیبایشان را در رابطه با موضوع امروز برنامه ما پیام های عاشورا ازشان خواد داشتیم. استاد سلام، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدین به اصحاب ها زندگی. تشکر آرفتن، سلامت باشید. خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه و می خواهیم که صحبت ها را از اینجا آغاز بکنیم که از عاشورا ما چه پیام و چه درس را واقعا می تانیم کسب بکنیم. ممنونتان. در باره عاشورا ما باید بگویم که عاشورا پیام های بسیار زیادی در زندگی عملی ما دارند که ما میتونیم اون پیام ها را واقعا در زندگی خود تطبیق بکنیم و بالاخره یک زندگی پر از خوشی و سعادت داشته باشیم. ما یک نکته را پیش از اینکه به پیام ها بپردازیم میخواهیم ذکر بکنیم و ایست که حضرت حسین بله استاد محترم، ادامه صحبت های شما را حتما در برنامه می داشته باشیم، ولی فعلا به خاطر از اینکه مشکل تکنیکی در قسمت صدای مهمان ما وجود داشت، همکاران ما تلاش می کنند که این مشکل را حل بسازند و دوباره تماس استاد را از اسکایپ با ما وصل بسازند. و استاد محترم خدایار سعید هم همیشه در برنامه صبح و زندگی با ما همکاری داشتند و بخصوص روی موضوعات دینی بیشتر صحبت کردند و موضوعات جالب تر را با ما و شما شریک کردن، ولی فعلا ببینیم که واقعا گفتنی ها و پیامشان چه هست و از عاشورا ما چه درس و چه پیام را میتونیم دریافت بکنیم تا به واسطه این پیام های حقیقی و واقعی بتونیم زندگی خود را به راه درست به پیش ببریم. و از همه موضوعات که گاه اوقات ما خرافات را میبینیم که در دین گاهن مردم به وجود میارن و او هم دلیلش برمیگرده به اینکه آگاهی مردم متاسفانه نسبتا کمتر بوده، ولی استادای محترم هستند که خوشبختانه همیشه تلاش کردن تا سطح آگاهی مردم را بلند ببرن و از همه مهمتر بتونیم که زندگی خود را در راه درست به پیش ببریم و از همه مهمتر ثواب و اجر بیشتر کسب بکنیم. بله دقیقا، واقعا اگر ما بیایم چیزهایی که همیشه در زندگی ما مثبت است و چیزهایی که همیشه از پیامبرا و امامای ما بر ما گذاشته شده اونا را در نظر بگیریم، بدون شک همیشه زندگی پر از صلح و آرامی می داشته باشیم و محبت و صداقت را هیچ وقت در زندگی ما فراموش نکنیم. صبر که بالای این موضوع خیلی امام حسین علیه السلام تاکید کردن که در زندگی صبر باید همیشه ما پیشه کنیم. حتی اونها در مقابل دشمنان خودشان صبر و شکیبایی داشتن با آن همه ظلم و ستمی که دشمنان در مقابل امام حسین و یارانشان انجام داد، و همیشه واقعا صبر در زندگی میتونه تاثیرات مثبت خود داشته باشه. در مقابل بدی ها ما اگر بیایم کمی خوبی از خود نشان بدیم، در مقابل مشکلات صبر داشته باشیم، بدون شک زندگی ما همچنان خیلی خوب پیش میره. اما اگر همیشه خشمگین باشیم، عصبانی باشیم و زندگی که همیشه در ذلت سپری میشه ما اونچنان زندگی داشته باشیم، متاسفانه ما نمیتونیم هیچ وقت خوبی های زندگی را از آن خود کنیم. طوری که امام حسین علیه السلام هم یکی از سخنانش همی بوده که امر به معروف و نهی از منکر در زندگی در نظر بگیرین، و زندگی که در خاری و ذلت باشه بدتر از مرگ است. یعنی باید ما باید مرگ قبول کنیم تا که زندگی پر از خاری و ذلت داشته باشیم. و این موضوعات همگیش به زندگی خود ما برمیگره که همیشه از ظلم و از ستمگری ما دور باشیم و در مقابل ظالمان ایستادگی داشته باشیم. طوری که پیامشون همین بوده، مشکلات هست اما ایستادگی در مقابل مشکلات دقیق. خیلی مهمتر. بله رویا جان، مشکل تکنیکی که با مهمان ما پیدا شده بود حل شده و همین لحظه ادامه صحبت های استاد محترم خدایار سعید را در برنامه می داشته باشیم در رابطه با پیام هایی که ما از عاشورا می تانیم دریافت بکنیم. تشکر رستم جان. ببینید، ما در آغاز می خواهیم که این نکته را ذکر بکنم که تنها امام حسین رضی الله عنه و روز عاشورا مربوط به مذهب خاصی، مربوط به گروه خاصی و مربوط به فرقه خاصی نیست. هر کسی که مسلمان هست و نسبت به اسلام داره، نسبت به پیامبر داره، روز عاشورا مربوط به اونها می باشد. درباره پیام های عاشورا، اولین پیامی را که روز عاشورا داره یا قیام حسینی داره، او در حقیقت مبارزه و مخالفت با حکومت غیر مشروع است. در این هیچ شکی نیست که حکومت یزید حکومت غیر مشروع و غیر قانونی بود و تمام فرقه های اسلامی، چه اهل سنت و چه اهل تشیع، و این نظر هستند که حکومت یزید هیچ قانون، هیچ مشروعیتی و هیچ قانونیتی نداشت. بنابراین
حضرت حسین رضی الله در روز عاشورا در دهم محرم به شهادت میرسه، فقط هدفش اساسیش ای است که میخواد با همچی یک حکومت نامشروع و با همچی یک حکومت غیر قانونی مخالفت خود اعلان بکنه. ببینیم وقتی که ما بحث از مشروعیت نظام یا بحث از مشروعیت حکومت میکنیم، سوال در اینجاست که حکومت مشروع در زمان امام حسین رضی الله عنه کدام یک حکومت بوده؟ در این هیچ شکی نیست که تمام دانشمندا اتفاق نظر دارند که حکومت مشروع در زمان امام حسین رضی الله عنه حکومت به اساس خلافت بوده، ولی این معاویه بوده که پسر خود را یزید را به عنوان جانشین خود ولیعهد خود تعیین میکنه، نظام خلافتی را تبدیل میکنه به نظام شاهی، به نظام سلطنتی و به نظام خانوادگی. بناهن با همچی اکار معاویه مشروعیت حکومت را، قانونمندی حکومت را از بین میبره و حضرت حسین رضی الله عنه در قیام حسینی که داره میخواید که به تمام جهانیان، به تمام مسلمانان اعلان بکنه که من حکومت غیر مشروع و حکومت غیر قانونی را قبول کرده نمیتونم. و پیام دیگی که در قیام حسینی یا پیام دیگی را که عاشورا داره اوی است که ما هرگز به خواری و ذلت تن ندهیم، زندگی با عزت داشته باشیم، زندگی سربلند داشته باشیم، زندگی پر از افتخار داشته باشیم. ببینیم حضرت حسین رضی الله عنه میشد که در روز دهم محرم بالاخره آماده شهادت نمیشد، آماده جنگ نمیشد، آماده نبرد نمیشد، در نتیجه میتونست که حیات خود را حفظ بکنه و هیچ آسیبی برش نرسه، میشد در جای دیگه در یک جای گوشه و پنهان زندگی بکنه، اینمی حکومت غیر مشروع را قبول بکنه یا به یک نحوی با یزید رفته بیعت بکنه، برش بگه که من نظام تو را، حکومت تو را قبول دارم، فرمان و دستور تو را قبول دارم. ولی حضرت حسین رضی الله عنه کسی است که عزت نفس داره، مرد با افتخار هست، مرد هست که همواره ما درس عزت را از او میگیریم. او میگه هرگز من به ذلت تن نمیتونم، من هرگز از حکومت غیر قانونی اطاعت نمیکنم، از حکومت غیر قانونی پیروی نمیکنم. بنابراین درس عزت و درس سربلندیه که پیام عاشورا داره بیش از حد دارای اهمیت هست. یک نکته را باید فراموش نکنیم که هر انسانی دارای عزت نفس است، ولی عزت نفس و عزت نفس فرق میکنه، بانک تا بانک فرق میکنه. حضرت حسین رضی الله عنه در باب عزت و در باب وقار و افتخار و عزت نفس یک فرد بی‌نظیر و واقعا یک سپه سالار و یک شهکاری خاصی داره. و پیام دیگه را که ما از این طریق دریافت میکنیم از طریق عاشورا، او در حقیقت پیام حمایت از عدالت و ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی هست. ببینیم عدالت یک یگانه ارزش انسانی است که تمام انسان‌ها عدالت را دوست داره و عدالت را میپسنده. پس عدالت تنها مختص به مسلمانان نیست، ویژه مسلمانان نیست، ویژه تمام انسان‌ها هست. پس تمام انسان‌ها عدالت را دوست داره و همچنان عدالت یگانه رمز بقای حکومت و نظام هست. هر حکومت ولو اسلامی باشه ولو کفری باشه، اگر در آن عدالت وجود داشته باشه، آن حکومت پایدار واقع میمانه، آن حکومت استقامت میداشته باشه، آن حکومت نفوذ میداشته باشه. ولی حکومت ولو که اسلامی باشه، اگر ظالم باشه، اونمو دوام خود را، پایداری خود را، استقامت خود را از دست میده. نمونه زنده از شما اگر در نظر بگیرین، در افغانستان حکومت های مختلف سرازیر شده و هر یک از حکومت ها عمرش کوتاه بوده. چرا؟ هر یک از حکومت ها در ذات خود مشکلی داشته، بزرگترین مشکل از اینا مشکل بی عدالتی بوده. ولی اگر نظام های حاکم در اروپا رو شما ببینین، در اونجا شما متوجه هستین که هیچ حکومت اسلامی نیست، نظام اسلامی نیست، ولی با آن هم میبینین که نظام حاکم هست، نظام حاکمیت خود، پایداری خود از دست نمیده. چرا؟ در اونجا عدالت وجود داره. پس عدالت در حکومت و در نظام حکومت داره یگانه چیزی است که ما هرگز از ارزشش، از اهمیتش و از ضرورتش چشم پوشی کرده نمیدانیم. بنابراین پیام عاشورا، پیام واضحش، پیام روشنش اینمی است که ما در مقابل بی‌عدالتی‌ها، در مقابل ظلم استادگی بکنیم. و همچنان در این شک نیست که حکومت یزید یک حکومت ظالم بود، یک حکومت سرکش بود و یک حکومتی بود که
در اونجا بی عدالتی به اوج خود رسیده بود. پس بنابراین حضرت حسین رضی الله در قیام حسینی خود پیام می رسانه به همگی که پیروان ما باید بالاخره در مقابل بی عدالتی استادگی بکنند. و همچنان پیام دیگی را که عاشورا داره او پیام عملگرایی هست. حضرت حسین رضی الله وقتی که در زبان میگه که حکومت یزید حکومت غیر قانونی هست، وقتی که حضرت حسین رضی الله در زبان میگه که من در مقابل بی عدالتی ایستادگی میکنم، من حکومت غیر مشروع را قبول کرده نمیتونم، من ظلم را قبول کرده نمیتونم و همچنان من بالاخره کارهای خلاف قانون را یا قانون شکنی را قبول کرده نمیتونم، تنها این حرف ها در حد گفتار نیست. حضرت حسین رضی الله در عمل میخواهد ثابت بکنه که من یک فردی هستم، هر آنچه که در زبان میگم در عمل هم ثابت میکنم. پس در اینجاست که حضرت حسین رضی الله آماده شهادت میشه، آماده از این میشه که سر خدا قربانی عدالت بکنه، سر خدا قربانی حق بکنه و در عمل ثابت بکنه که یک فرد عملگرا هست، فردی نیست که در زبان بالاخره چیزهایی را به زبان بیاره یا ای که لاف بزنه و یا ای که مردم را فریب بده. پس عملگرایی یکی از پیام‌های عاشورا هست. ما به عنوان دوستداران و پیروان حضرت امام حسین رضی الله باید همیشه وقت عملگرا باشیم، اینطوری که در زبان حرف‌های را بگوییم و در عمل هیچ چیزی از ما دیده نشود. و همچنان پیام دیگری را که عاشورا داره اویی است که ما در قهرمانی، در شجاعت، در مردانگی و در کارهای نیک الگو نمونه باشیم. حضرت حسین رضی الله در قیام حسینی که انجام داده ثابت کرد که الگویی از عدالت است، الگویی از شجاعت است، الگویی از حق خواهی و عدالت خواهی است. پس پیامی را که ما از این طریق دریافت میکنیم و ایست که ما در کارهای نیک و همچنان در شجاعت، در مردانگی الگو باشیم، شخصیت باشیم، سرمشق باشیم، به دیگران بالاخره مقتدا و رهبر باشیم. یعنی فردی نباشیم که بالاخره دنبال رو باشیم، اگر حق است، اگر عدالت است، اگر ظلم هست، اگر قانون است، اگر خلاف قانون هست، ما دنبال یک کسی را بگیریم و از او بالاخره پیروی بکنیم. نخیر، ما در کارهای نیک، در شجاعت، در مردانگی، در عدالت، در حق خواهی و در عدالت خواهی الگو نمونه و سرمشق باشیم. و همچنان پیام دیگه ای را که ما از این طریق دریافت میکنیم از طریق عاشورا و ایست که ما باید منافع شخصی خود را همیشه وقت قربانی منافع عمومی بسازیم. حضرت حسین رضی الله عنه می توانست که در روز عاشورا، در روز دهم محرم خود نجات بده، بره در یک جای گوشی پنهان زندگی بکنه، با کسی کاری نداشته باشه، حکومت غیر مشروع را قبول بکنه، فقط منفعت خود را در نظر بگیره و یا به یک نحوی از یزید و از کسای دیگه که بالاخره در رأس قرار داره از اونا امتیاز بخواه، امتیاز طلبی بکنه، قدرت طلبی بکنه، به یک نحو خود را حفظ بکنه، حیات خود را، زندگی خود را تضمین بکنه و تأمین بکنه. ولی حضرت حسین رضی الله میدانه وقتی که من زنده باشم در نهایت بالاخره این منافع شخصیم تأمین میشه، ولی وقتی که من در اینجا قربانی میشم، همراهانم قربانی میشه، ما در حقیقت در راه حق مبارزه میکنیم و از این می طریق بالاخره منفعت عمومی را که در حقیقت حق خواهی و عدالت خواهی است بر منفعت شخصی خود ترجیح میدیم. کاش که ما امروز هم بانوان پیروان امام حسین رضی الله کسایی باشیم که همیشه وقت منافع شخصی خود را بالاخره قربانی منافع عمومی بسازیم. ولی ما به عنوان کسانی که همیشه وقت یا حسین میگیم منافع عمومی را هرگز در نظر نمیگیریم، چه برسه به اینکه بالاخره منافع شخصی را ما قربانی منافع عمومی بسازیم. بسیار عالی استاد محترم، اگر بخن. فرصت صحبت های عالی داشته بفرمایید، مشنوید. و آخرین پیامی را که ما میتونیم دریافت بکنیم از طریق عاشورا ویست که ما همیشه وقت فرد عملگرا باشیم، فرد صادق باشیم، فرد امین باشیم، یعنی فرد دروغگو، فریبکار نباشیم، فرد معاملگر نباشیم. ببینیم اگر حضرت حسین رضی الله عنه معامله میکرد، با یزید سازش میکرد، امکان داشت چندین ولایت برش بده، امکان داشت که بالاخره برش قدرت بده، برش صلاحیت بده، پول بده، ثروت بده، برش یک جایگاه حکومتی قائل شوه. ولی حضرت حسین رضی الله عنه میدونه که با همچه یک حکومتی ظالم، با همچه یک فرد جاهل نمیشه که کنار آمد، با همچه یک حکومت یک ظالمی نمیشه همکار بود. پس بنان همکاری را، مساعدت را و زندگی را در زیر چتر همچه یک حکومت ظالم قبول نمیکنه. پیام اساسیش به پیروانش اینمی است که شما سازشگر نباشین،
همیشه وقت از باب معامله، از دروازه معامله در مقابل مخالفانتان بالاخره وارد نشوین. اگر میبینین که معامله به نفع ملت و مردم، به نفع دین، به نفع مسلمانان تمام میشه، معامله بکنین. در غیر از او معامله‌ای که در او ذلت وجود داشته باشه، خاری وجود داشته باشه، ظلم وجود داشته باشه، قانون شکنی وجود داشته باشه، عدالت زیر پای شود و همچنین معامله را هرگز شما قبول نکنین. پس پیامی عاشورا برای ما حسینیان، برای ما کسایی که همیشه یا حسین یا حسن و یا حسین میگیم این همیست که ما باید دیگه به معامله و به سازش تن ندیم، کوشش بکنیم که در مقابل بی‌عدالتی ها و در مقابل ظلم و ستم ایستادگی بکنیم. یک دنیا تشکر میکنم استاد محترم از صحبت های فوق العاده زیبایتان که با ما و بیننده های عزیز شریک کردین. اگر گفتنی از صحبت هایتان باقی مانده باشد بفرمایید. تشکر رستم جان. فقط پیامی را که ما دارم به هموطنهای عزیزم، برای تمام پیروان حسن و حسین رضی الله عنهما و همچنان برای دوستدارانش و ایست که بیایم مثل حضرت حسین رضی الله عنهما مبارزه بکنیم برای عدالت، برای قانونمندی و همچنان مبارزه بکنیم در مقابل قانون شکنی. بیایم یک حکومت و یک نظام عادل و یک حکومتی که بالاخره منفعت و مصلحت همه گیره بتونه تامین بکنه، همچنین یک حکومت را ما ایجاد بکنیم و در عمل ثابت بسازیم که ما حسینی هستیم و حسین را دوست داریم. خیلی تشکر میکنم استاد از حضور شما در برنامه صبح و زندگی. وقت خوب و خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. ممنون. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.